بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین عزیز، با جلسه ششم مدیریت دیتابیس یک خوش آمدین. مسئولین عزیز، در این جلسه هدف ما نقشه‌های تعریف شده توسط کاربر در سطح دیتابیس است، یعنی User Defined Database Rules است. مسئولین عزیز، User Defined Database Rules در به این معنی است که ما در سطح دیتابیس ها میتونیم که خود ما یا کاربران میتونن که رول ها را تعریف بکنن یا رول ها را ایجاد بکنن. چطور میتونیم که امی نقش ها یا رول ها را تعریف بکنیم؟ به خاطر ایجاد یک نقش دیتابیس جدید، مثلا به طور مثال به نام invoice entry ما create رول میگیم، invoice entry ایجاد میشه. اگر بخوایم که یک به این نقش جدید صلاحیت ایجاد بکنیم، نشون میدیم grant، مثلا grant insert update on invoice تو انوایس نیت. انوایس که از در واقع اینجا گراند انزرت اپدیت آن انوایس، انوایس تیبل است، در واقع این تیبل است. تیبل ما چه کردیم؟ و این تیبل به خاطر از اینکه در این نقش بتونن که در این تیبل انزرت کرده بتونن، اپدیت کرده بتونن، این نقش ما برای از این مشخص میکنیم. یا اینکه این نقش انوایس انتری بتونن که ام انزرت بکنه، ام اپدیت بکنه انوایس لاین ایتم یا این تیبل، ما به این شکل میتونیم که صلاحیت اعطا بکنیم. و همچنان مسئولین عزیز، دستوری که نقش اجرا شده را برای کاربران عطا میکند، نشان میکنه alter role invoice entry at member مثلا زبی، یا alter role invoice entry at member احمد. ما میتونیم که به این شکل یوزرهایی که ایجاد کردیم بالا یوزرها چه بکنیم و این نقش برای از اونا عطا بکنیم. و همچنان به خاطر از اینکه ما بتونیم به یک نقش ثابت مشخص بکنیم، یعنی دستوری که نقش ایجاد شده را به یک نقش ثابت تعیین میکند، مثلا به طور مثال alter role db data reader at invoice، به این معنی که یعنی صلاحیت از این نقش تعریف شده، نقش ایجاد شده من حیث db data reader میتونه شود. و همچنان اگر بخوایم نامش تغییر بدیم، alter role invoice entry with name نمیشه تغییر میتیم، دستوری که اگر بخوایم حذف بکنیم alter role invent invoice entry drop member، اول ممبرایش دلیت میکنیم، ما بعد از او میتونیم که خود اینا دلیت بکنیم. مثلا عزیز قبلا گفتم که اگر ما تا اینکه ممبر از را دلیت نکنیم، ما نمیتونیم که چی بکنیم، یک رول دلیت بکنیم. خب از دستور create role برای ایجاد نقش های دیتابیس استفاده میکنیم. وقتی که نقش دیتابیس را ایجاد شد، میتونیم که با آن مجوز ها را اضافه نمود، یعنی میتونیم که توسط grant میتونیم که مجوز ها یا مپرمجن ها را بخشش بتیم، یا یکی از مجوز ها را میتونیم حذف بکنیم. بعد از و میتونیم که هر روز و هر عضوی از این نقش میتونیم که حذف بکنیم، یا میتونیم که هر روزی از این را اد بکنیم، یا مجوز ها را برای عضوی از این که نقش داره میتونیم عطا بکنیم. برای اضافه نمودن اعضا و یا حذف اعضا از نقشه های دیتابیس، در نقش از نقشه های دیتابیس از دستور alter role استفاده میشه. از دستور drop role برای حذف نقش دیتابیس استفاده میشه. خب یک موضوع است، مثلا از این باید داشته باشید که نقش های ثابت را نمیتونیم حذف بکنیم. برای حذف یک نقش دیتابیس نخست باید تمامی اعضای دیتابیس حذف شوند و سپس خود نقش را میتونید که حذف نمایید. یعنی ما گفتیم که مستقیم دراپ رول و نام رول را گرفتن نمیتونیم، باید اعضا از اون را حذف بکنیم، بعد از اون میتونیم که اینا حذف بکنیم. مثلا از همین ما کار میکنیم که چطور انجام میشه. یک موضوع دیگه مثلا از در قسمت نقشه های ثابت دیتابیس هم است که این چطور بتانیم که با استفاده از این کمند ها بتانیم که یک یوزر را اد بکنیم یا به یک یوزر این رول مشخص بکنیم. خب اول باید نیو کیوری میگیریم. نیو کیوری باید ما گفتیم که در قسمت ماستر دیتابیس باشیم، ماستر دیتابیس و ماستر دیتابیس. و اینجا به خاطر از اینکه یک رول ایجاد بکنیم، پیش از اینکه رول ایجاد بکنیم، بیاین که این کامند که هست، کامند ما تایپ بکنیم به خاطر از اینکه بتونیم که به طور مثال alter role db owner at member زبی. ما اینجا لاگین 5 داریم، یوزر لاگین 5 داریم. ببینیم که مثلا عزیز در اینجا یوزر رو ببینیم که به نام لاگین 5 داریم. ما میخواییم که لاگین 5
در واقع دی بی اونر ازبش باشه، یعنی بعد ممبرشیپ دی بی اونر را داشته باشه یا رول از در اینجا ببینین که مثلا عزیز ما یوز استفاده نکردم یا ماستر استفاده نکردم، به ما اجازه نداد و اینجا حال میتونیم که استفاده بکنیم. یعنی که اگر بخوایم زبیر استفاده بکنیم ببینیم که آیا واقعا انجام میشه نمیشه. در اینجا ببینین که زبیر پرنسپال نیست، نمیتونه که جواب. و در این قسمت مثلا عزیز سوالی که وقتی که ما در لاگین 5 یک یوزر است الٹر رول دی بی گفتیم، در این قسمت شما یک رفرش بکنین و در قسمت لاگین 5 برین، یا در این قسمت ببینیم ممبرشیپ بشه و قسمت ممبرشیپ دی بی اونر را گرفتیم، چون دی بی اونر به شکل ثابت است میتونیم که ممبرشیپ یزیرا تغییرم بدیم. مثلا ممبرشیپ یزیرا میتونیم که دی بی دیتا را اداره بگیریم، یا در این قسمت ببینیم که دیتا ریدر بگیریم یوز و رفرش بکنیم. و در این قسمت مسئله عزیز ببینیم که حال باید دیتا ریدر مشخص شده باشه. اون شیب خب در قسمت لاگین رفرش و اینجا باید ما مشاهده بکنیم که من حیث چی هستم، من حیث دیبین. خب ببینیم مسئله عزیز اگه بالا یک لاگین اگه اینو انجام بتیم، بالا یک کاربری که از طریق لاگین انجام میکنه این کار میخواه بشه، لاگین مثلا ده داریم، بالا لاگین ده انجام بتیم، لاگین ده و در اینجا لاگین ده هم استفاده بکنیم. خب لاگین ده نمیتونه بخاطر از اینکه این پرمیژن نداره لاگین ده، یا لاگین چهار بتیم، در قسمت لاگین چهار. خب اینجا شد رفرش لاگین چهار و در اینجا بریم ببینیم مشاهده بکنیم مثلا عزیز که رولز اینجا ببینیم که رولانش هم داره و سیکیور، و در این قسمت ببینیم که ما پرمیژن دادیم، میتونه که در واقع اینجا ببینیم که میتونه که به سرور وصل شود و امو به سطح یک دیتابیس انجام به سطح یک دیتابیس دسترسی داره. خب میریم مثلا عزیز موضوع دیگه ای است که یک رول ایجاد میکنیم. به خاطر ایجاد کردن رول ما گفتیم از چی استفاده میکنیم، به خاطر ایجاد کردن کریت رول و رول مشخص میکنیم. کریت رول میگیم اینجا ببینیم که کریت رول یعنی رول به سطح دیتابیس ایجاد میکنیم. کریت رول ما سرور رول نشان نمیکنیم، کریت رول یعنی به سطح دیتابیس ایجاد میکنیم. و در اینجا که وقتی که گفتیم نامش هم مشخص میکنیم، به طور مثال میگیم که به نام انوایس نشان میکنیم و ای کریت میشه. اینجا ببینین که مثلا عزیز ما در این قسمت به سطح دیتابیس اول باید دیتابیس انتخاب بکنیم، به سطح دیتابیس میتونیم ایجاد بکنیم. اینجا ببینین مثلا عزیز TC1 در قسمت سکیورتی رولز و اینجا دیتابیس رولز، و در اینجا ببینین که آیا واقعا هست نیست. ما نفهم که در کدام قسمت ایجاد کردیم رولز، و اینجا ببینین که نیست، بنامه انوایس نیست. استودنت در قسمت استودنت اگر ایجاد کرده باشیم فیرمان نشده که سلیک بکنیم، و بنامه انوایس کیو و در قسمت سیکیوریتی رولز استوب. خب ببینید مثلا عزیز که اینجا نشان داده نمیشه، اول باید مشخصا یک دیتابیس سلیک بکنیم. مثلا من دیتابیس سلیک کردم، این به سطح ما دیتابیس تست سلیک میکنم، ماشین تست یک سلیک میکنم، اینالو کریت میکنم، کریت و اینجا کریت میشه تست یک رفرش. حال ببینیم که مثلا عزیز در این قسمت رولز دیتابیس ما رول داریم به نام انوایس، و این رول ایجاد کردیم. در اینجا مشاهده بکنیم مثلا عزیز که به نام انوایس ما ایجاد کردیم، اما کار دیگه انجام ندادیم. اگر بخوایم که برای از در این قسمت ببینیم که ما دیتابیس داریم، در قسمت تیبل داریم، ببینیم که واقعا تیبل داریم نداریم تیبل. و همچنان یک موضوع دیگه است که در تست میریم، در تست یک تر ایجاد میکنیم به خاطر از اینکه اینجا ما تیبل داریم،
تیبلها را میتونیم و در این قسمت میگیم که یک رول جدید ایجاد میکنیم، مثلا به نام استودنتس، به نام استودنتس من رول ایجاد میکنم در قسمت تست. و در این سیکیورتی رولز حال ببینیم که به نام خب در قسمت تست یک ساخته شده بخشین تست و به نامی نشته میکنم تیچر تیچرز کرید آن تست هست رفرش بکنین در قسمت تست و اینجا رولز هست ببینیم که برنامه تیچر ساخته شده. حالا ما میخواییم که بعضی صلاحیت ها رو بتونیم گراند نشته میکنم که گراند انزد مثلا اپدیت آن نشته میکنم که اینجا چی داریم در واقع تیبل ما اینجا ببینید در تست ما تیبل داریم برنامه چی؟ دی بی آن دی بی دات دپارتمنت تو تیچر. یعنی ما میخواییم که رولی که ایجاد کردیم به این رول چی بتونم صلاحیت ها را ایجاد بکنم، صلاحیت انزورد و اپدیت ها بتونم انجام بدم. پیش از اینکه کار را بکنیم در قسمت رولز میریم در پروپرتیز و در اینجا ببینیم که کدام صلاحیت ها را میداشته باشه. اسکیوربل میریم در قسمت ببینیم که صلاحیت تانوز نداره، ما میخواییم که صلاحیت انجام بدم. کرید علی انجام شد، ما یک دفعه اینا رفرش میکنیم. حالا در قسمت خود رولز برند تیچرز و در پروپرتیز اینجا مشاهده بکنین که کلوز دوباره برین رفرش و تیچر پروپرتیز مثلا عزیز اینجا ببینین که حالا ببینین که دپارتمنت چی آمده، دپارتمنت تیبل است و دی بی اسکیماش هم دی بی است دی بی او هست. حالا انزرت من اینجا بخشان گراند کرده بودم و همچنان اپدیت گراند کرده بودم و یک دو موضوع را گراند کرده بودم که اینجا شد. اگر بخوایم که پس دوباره یک موضوع دیگه مثلا اینجا بگم که سلیکت هم کرده بودانه سلیکت کرده بودانه یعنی محتوا را سلیکت کرده بودانه باز هم انجام میتونم و در قسمت رفرش میکنیم در قسمت رفرش خود رول رفرش بکنیم با در پروپرتیز برین اینجا مشاهده میکنیم که ما میتونیم که در این قسمت ببینیم که انزرت هست انزرت اپدیت ببینیم سلیکت هم هست نیست و در این قسمت سلیکت هم باید باشه سلیکت در این قسمت انزرت سلیکت خب تا هنوز نگرفته میگیره اینجا ست نشده ست کشمه چون ما اینجا اجرا کردیم باید ست شده باشه تیچر رفرش و یک کمی وقت میگیره مثلا این عزیز اسکریبلز و در اینجا ببینید که اینال سلیکت اینجا انجام شده. خب مثلا این عزیز تا اینجا ما مجوز دادیم یا یکی صلاحیت دادیم و همچنان میتونیم که صلاحیت های مختلف ها بتیم و همچنان یکی از موضوع دیگه است که ما میتونیم یک منبر داشته باشه. این میگیم که التر رول رول التر میکنیم به نام تیچر ات منبر مثلا لاگین 5 اینجا ببینیم که یوزر کدام یوزر است مثلا به نام لاگین 5 چی است لاگین 5 و لاگین 5 از ویزی میسازیم. خب اوکی در اینجا ببینیم که در قسمت تیچر یعنی در این رول در واقع ما ممبرشیپ شناختیم. اینجا ببینیم که رول ممبر چی است لاگین 5 است. اینجا اگر اینجا اد بکنین براوز میکنین و مثلا لاگین 5 زبیرم میتونیم که اد بکنیم ببینیم که زبیرم میتونیم در صد نمیتونیم ببینیم که زبیرم حد میکنیم چون پالیسیش در این قسمت ببینیم که زبیرم حد شد یعنی ما دو روله یا دو منبر در اضافه کردیم و میتونیم که از استفاده بکنیم یعنی لاگین 5 و زبی میتونن که از این نقش استفاده بکنن
و همچنان موضوع دیگه ای است که ما میتونیم که یک نقش این نقش اجداشیده را به یک نقش ثابت تعیین بکنیم، یک نقش ثابت برایش مشخص بکنیم. مثلا مثلا بعض اوقات نیاز میشه که ما این کار انجام بدیم، میگیم که الٹر رول و مثلا مثال دی بی دیتا رایتر بات میگیم که ات، در اینجا میگیم که ات تیچر، یعنی ما به نقش ازی نقش دی بی رایتر را میتیم. در قسمت ازی ببینیم که تیچر ات دی بی رایتر. خب یا دی بی دیتا رایتر، دیتا رایتر. خب یک مشکل اینجا شده. خب اینجا ببینیم دی بی الٹر رول دی بی دیتا رایتر او ات بیان که در اینجا رول که اضافه کرده رول دیتا رایتر است، دیتا رایتر ات شاید اینجا اشتباه میمبر باشه، میمبر و تیچر. خب ات میمبر است، ببخشید مثلا عزیز، در اینجا ات میمبر است، ات میمبر و انوایسنتور. خب در این به این شکل ما حالا یک رفرش میکنیم، ببینیم که رفرشش انجام میشه. حالا ببینیم که این منحیث اما رولی که ما مشخص کردیم کار میکنه یا نمیکنه. در این قسمت ببینیم که چی گفته بودیم، دی بی دیتا رایدر است، تانوز نایمده و می تا اینجا نمایش داده نشده، یعنی سیت نشده، سیت میشه و منحیث دی بی دیتا رایدر میتونه کار بکنه. این قسمت ببینیم. خب در این قسمت این نقش منحیث دی بی دیتا رایدر باید کار بکنه، چون اینجا ما گرند گفتیم الٹر رول دی بی دیتا رایدر اضافه کردیم و باید یک رول سه یک رفرش بکنیم. و مثلا خب مثلا عزیز اینجا ببینیم که تا این قسمت دی بی دیتا رایدر ما اضافه کردیم و این منحیث دی بی دیتا رایدر کار میکنه. موضوع دیگه است که اگر بخوایم که دراپ بکنیم باید منبر ازی را از بین ببریم. به خاطر دراپ کردن ازی نشته، اول باید الٹر رول teacher و بعد drop login 5 و drop باید ازش drop بکنیم. drop خب login 5 drop member باشین، drop member member login 5 login 5 drop میکنیم و همچنان زبیر هم drop میکنیم، زبی و اینم دراپ میکنیم، سلیک دراپ. و همچنان مثلا عزیز موضوع دیگه ای است که ما میتونیم که اینال کلش دراپ بکنیم، دراپ تیچر، دراپ رول تیچر تیچر که ما داریم، تیچر هم چی میکنیم؟ دراپ میکنیم تیچر، این دراپ میشه. الان رفرش بکنیم ببینیم که دراپ شده، اینجا ما تیچر نمی داشته باشیم. به این شکل ما میتونیم که مثلا عزیز امرای از اینا کار بکنیم. خب مثلا عزیز نحوه کار با نقش های تعریف شده در سطح دیتابیس در اینجا به پایان میرسند. در جلسه روزتان خوش، بخیر باشین، خداحافظ.